سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه همونطور که احتمالا میدونید و توی یکی از ویدیوهای قبلیم گفتم چت جی پی تی الان قابلیت دیدن هم داره الان میتونه ببینه یعنی چی یعنی اینکه میتونید تصویر بهش ورودی بدید و میتونه اون تصویر رو درک کنه از توی تصویر میتونید ازش سوال بپرسید و خیلی کارایی های مختلف میتونه داشته باشه البته خب این قابلیتی بود که همون ابتدایی که انتشار جی پی تی 4 رو اعلام کردن گفته بودن که این قابلیت رو داره و یه سری مثال ها زده بودن توی ویدیویی که داده بودن اما قابلیت ورودی گرفتن تصویر تازه فعال شده توش و کم کم داشتن توی کار برای کار برای مختلف فعال میکردن مال من تقریبا فکر میکنم همین دیروز فعال شد و تصمیم گرفتم یه ویدیو بگیرم کاربردهای مختلفش رو با هم بررسی کنیم یه قابلیت کد اینترپرتر داره که الان حالا اسمش عوض شده شده ادوانس دیتا انالیسیس ولی این که قبلا اسمش کد اینترپرتر بود اینم قابلیت ورودی گرفتن تصویر رو داشت اما اون فقط میتونست یه سری کارهای ساده پردازش تصویر رو اون عکس بکنه اینکه خود تصویر رو محتواش رو درک کنه این قابلیت رو نداشت ولی خب این الان این قابلیت رو داره و به اصطلاح میگن میتونه ببینه و من یه سری مثال رو خودم امتحان میکنم با هم ببینیم چه آخر ویدیو هم یه چند تا مثال از چیزایی که کسای دیگه امتحان کردن و سری نشون میدم که دیگه وقتگیر نباشه خودمون امتحان کنیم و علاوه بر این حالا دیدن اینه که میتونه حرف بزنه و میتونه بشنوه یعنی اینکه میتونید با وویس بهش کامند بدید یا یه دستور بدید یا حرفی بهش بزنید اون حرفتون رو میفهمه و جوابی که میدارم میتونه با وویس بده با صدا بده برای اینم یه مثال جالب جلوتر دارم خیلی جالبه حتما ببینید اگه محیط چت جی پی تی پلاس رو ببینید این جی پی تی چهار که فعاله وقتی میرید روش یه سری فیچرهای مختلف داره که قابلیت براوز کردن با بینگ یعنی دسترسی به اینترنت هم دیگه دارید وقتی یه چیزی ازش می پرسید با استفاده از موتور جستجوی بینگ Advanced دیتا انالیسیس همون که گفتم قبلا کد اینترپرتر بود الان اسمشو گذاشتن Advanced Data Analysis چون بیشترین کاربردش همون موقع هم بهترین کاربردش همین آنالیز دیتا بود، آنالیز داده بود و اینکه خب قابلیت استفاده از پلاگین های مختلف برای اینم قبلا یک ویدیو ساختم و دالی اینکه میتونید با استفاده از چت جی پی تی و استفاده از الگوریتم دال تصویر تولید کنید، مت بدید و تصویر تولید کنید. اما این قابلیت ورودی تصویر گرفتن اینیه که الان اینجا اضافه شده یعنی به حالت دیفالت الان دیگه هست و میتونید با اینجا عکس ورودی بدید خب بیایم استفاده کنیم ببینیم چه جوری های مختلف بدیم بیایید اول یه عکس ساده بهش بدیم ببینیم که متوجه میشه چیه این حالا عکسایی که من میخوام باش تست کنم شو. اول بیایید یه عکس راحت بهش بدیم رزولوشنش هم تقریبا پایین این عکس حالا یه دختر یه سبدی توش یه سری عمدن رزولوشنش هم پایین باشه ببینیم که چطور تشخیص میده نداره من فارسی اصلا ازش بپرسم از همه اول ببینیم که فارسی هم خوب جواب میده خب خوبه کارم راحت شد چون تو ویدیو قبلی من همیشه انگلیسی تایپ میکردم سوال میپرسیدم و جواب انگلیسی رو ترجمه میکردم همزمان ولی الان دیگه یکم راحت تر شد خوبه که ببینیم فارسی هم چطور جواب میده خب گفتش که عکس از یه دختر کوچیکه با کلاه قرمز و لباس قرمز یه سبد میوه در دست داره توی جنگل این تصویر یادآور داستان دخترک کلاه قرمز است خیلی خوب تشخیص داد دیگه کاملا درست تشخیص داد میتونید حالا ازش سوال بپرسید که داستان دختره که کلا قرمز چیه پس یک تصویر ساده دادیم خوب تشخیص داد بریم یکم تصویرها رو سختتر کنیم خب الان من میخوام این عکس رو بهش بدم بهش ببینم که میفهمه این چیه چون این یه پلیکانه که لباس تنشه میخوام ببینم که اینم تشخیص میده که حالا این طبیعی نیست که این لباس تنشه این موضوع هم تشخیص میده یا نه یعنی یه جورایی منطقش رو هم میخوایم به چالش بکشیم گفتم این عکس رو به من توضیح بده و بگو که آیا چیز عجیبی توی این عکس میبینی یا نه ببینیم چی میگه خب گفت این عکسی از یه پرنده با نوک بلند و مانند ملخ است ملخش رو نمیدونم چیه بعد اینکه کلاه داره یک روبند آبی روی سر روبند احتمالا روبانش منظورش جلیقه یا روپوش آبی رنگ داره من اینا رو مشکی میبینم حالا نمیدونم سرمه یا مشکیه بعد پرهای پرنده سفیده چشمای نارنجی و برجسته داره درسته بعد میگه بله عکس داره چیزهای عجیب و غیر معمولی معمولا پرندگان با کلاه و لباسهای انسان نمیآیند خب یعنی اینا دیگه بخش منطقشه که داره کار میکنه و هم میبینه هم میفهمه که این عجیب عادی نیست و خب این خیلی جالبه به نظرم مثال بعدی میخوام عکس داخل یه یخچال رو بهش بدم و بگم که بگه چه محتویاتی توی این یخچال هست یه کم هم سخترش کنیم و بگیم با اون محتویات بذار اینجوری بپرسیم چه غذاهایی میشه با این محتویات پخ؟ عکس یخچال است، یه عکس یخچال از اینترنت پیدا کردم و خب هم ازش پرسیدیم که چیا داره این توی یخچال و چی قد... چه غذاهایی میشه با اینا پخت. البته با این محتویات فکر نکنم خیلی چیزهای زیادی بشه با. بیشتر میوه و شیر و نوشیدنیه. خب اومد نوشت چی هست گفتش که یه شیر گیاهی هست با برند سیلک یه نوشابه پروبیوتیک هست به نام کویتا این نوشابه پروبیوتیک فکر کنم درسته ولی شیر سیل کن نمیدونم اینی که این پشت رو تشخیص داد شیر گیاهیه یا اینایی که چندتا ماست باله هم اینو شیر تشخیص داد نمیدونم ولی اینم جدا تشخیص داده که یه بطری شیر هست توت فرنگی توت قرمز آووکادو انگور قرمز در یک ظرف پلاستیکی فکر نمی کنم انگور باشه ولی خب شبیه بعد اینا هم سیب زمینی تشخیص داده من فکر میکنم کیویه نمیدونم ولی خب این برای خود منم که انسانم سخت تشخیصش اگه اشتباه بگه قابل درک غذای آماده در ظرف پلاستیکی که به نظر میاد یه نوع سبزیجات پخته است خب این کاملا درسته و آووکادو خب حالا غذاهایی که پیشنهاد داده سال از همین می‌ترسیدم که غذایی که پیشنهاد میده سالاد میوه با توت فرنگی باشه سالاد میوه با توت فرنگی و توت قرمز گراتین سیب زمینی با شیر خب این خوبه چون سیب زمینی دیده و شیر دیده و این خیلی غذای خوبی پیدا کرده آووکادو توست و خب یه سری غذاها پیشنهاد داده و گفته اگه نودل یا پاستا دارید می توانید از سبزیجات استفاده کنید پس میتونید از داخل یخچالتون یک عکس بگیرید بهش بدید و به دستور غذایی بهتون بده ببینیم مورد بعدی چیه مورد بعدی اینه که مثلا من میتونم یه عکسی بهش بدم یه مثلا یه عکسی که یه نوشته حالا به هر زبانی توش داره مثلا این ظرف یه شکلات ژاپنیه حالا من حتی نمیدونم زبانش مطمئن نیستم ژاپنیه یا چینیه یا کره بهش میگم که نوشته روی این عکس به چه زبانیه و ترجمهش کن گفتش که به زبان ژاپنی این قسمت رو تشخیص داد و نوشت که این نام محصوله که به نظر میاد یک نوع شکلات و بیسکویت این نوشته های پایینم هم نوشت حتی به معنی تجربه فوقلاده شکلات و بهترین بیسکویت حالا ما چون ژاپنی بلد نیستیم نمیتونیم مطمئن بشیم که درست گفته ولی خب به نظر میاد از محتواش که به نظر میاد درست باشه آخرش هم یه نتیجه گیری کرد گفت با, با توجه به نوع بندی و محتوای نوشته ها به نظر میرسد که این محصول یک نوع شکلات یا بیسکویت در ژاپن است با برند بورب پس این هم یه کاربرد جالبشه یعنی شما میتونید یه کشور خارجی رفتید یا یه چیزی بود که روش نوشتهش نمیدونستید نوشته نوشته. فقط یه عکس بفرست... بگیرید بدید به چت و اون ترجمهش کنه البته الان گوگل ترنسلیت یا یه سری کم ترنسلیتر هم اینا دارن اما اینجوری راحت تره چون اون هی باید تنظیم کنی زاویه درستی باشه دوربین روش ولی این راحت تره فقط یه مقدار الان مشکلش سرعتشه حالا برای اینکه مطمئن شیم این درست کار میکنه یا نه و اینکه ببینیم توی عکس فارسی رم میتونه تشخیص بده یا نه میخوام این عکس رو بهش بدم یه عکس خنده پیدا کردم اینو بهش بدیم ببینیم متن روش رو میتونه بخونه گفتم که این عکس چیه و متن روش رو برام بخون خب خیلی جالبه که این اومد فقط این DDS رو درست تشخیص داد اینجا چون انگلیسیه و فارسی رو واقعا فکر میکنم نتونست تشخیص بده مثلا نوشته جراح و متخصص ارتودنسی بعد نوشته نام, نام خانوادگی دندون پزشک به خاطر حفظ حریم خصوصی مسدود شده و نوشته ویزیت با هماهنگی قبلی در صورت که تو عکس این متنایی که این نوشته نیست من فکر می‌کنم فارسی نتونست بخونه و فقط از روی این دی دی و شکل کلیش اومد یه چیزایی حد زد ولی خب این که نوشته یه چیزی با خط آها بعد اومده گفته که یه چیزی با خط قرمز نوشته شده فکر می‌کنم اینو میگه فکر نمیکنم اینو بگه بعد گفته که برای ویزیت باید هماهنگی قبلی باشه که این متنم نیست توش پس متن فارسی رو نمیتونه تشخیص بده بریم یه مثال دیگه میخوام یه عکس یه ماشین بش بدم بگم که مدلش رو تشخیص بده اول یه عکس این ماشین رو میدم بزنم این دوتا عکس همزمان میشه بهش داد آره دوتا عکس همزمان هم میشه بش داد بهش گفتم که مدل این دوتا ماشین رو بگو و بگو که چه شباهت به هم دارن در عین حال میخوام سه تا چیز رو بررسی کنم یکی اینکه آیا از عکس میتونه مدل ماشین رو تشخیص بده دو اینکه پیکان رو تشخیص میده یا نه و سه اینکه دوتا عکس رو میتونه با هم مقایسه کنه یا نه این عکس پیکان است اینم عکس این یکی ماشین است فولکس بذار ببینیم چی تشخیص میده این گفتش که این فولکس واگن پولوه حالا من فکر نمی کنم این گلفه خب ولی فولکس واگنش حالا درست تشخیص داد پیکان و کلن اشتباه تشخیص داد فورد کورتینا تشخیص داد ولی شباهت های ماشین گفته هر دو سدان هستن که این اصلا فکر نمیکنم سدان باشه این حالت صندوقدار نیست هستن بعد ساختار دارای ساختار بدنه مشابهی هستن به ویژه در قسمت های جلویی هر دو مدل هایی هستن که در گذشته بسیار مشهور بودند خب این خیلی خوب عمل نکرد توی این قضیه خب یه ذره میخوام برم روی مثال های سخت مثلا اینکه بهش همچین عکسی رو بدیم که یه تصویر پاتولوژیه و ازش بپرسیم که این چیه و بعدش میخوام این عکس حالا ازوله ها رو بدم اولا بپرسم که این چیه و ببینم که این جایی که دقیقا این فلش بهش اشاره کردن میتونه تشخیص بده یا نه ببینیم که این اول این تصویر پاتولوژی رو تشخیص میده خب گفته درست تشخیص داد گفتش که این تصویر میکروسکوپی از سلول هاست و یک هیستولوژیکال استین درسته ولی خب جزئیات بیشتری نمیده که کدوم بافته کجاست و اینا خب یه حدسایی زد ولی خب درست نیستش گفت پرسیدم که کدوم بافته یه حدسایی زد ولی درست نیست دیگه اینا واقعا مثال های سختیه داریم ازش میخوایم ما ولی میخوایم واقعا تست کنیم ببینیم که اون آستانش کجاست حالا بیایم عکس این تصویر چیز رو بهش بدیم از رو بهش بدیم گفتم که اسم اون ماهیچه که با فلش مشخص شده رو بهم بگو اسمش گفت باورم نمیشه <تصفح> بذار یه چک کنیم ببینیم درسته این گفتش که اسم اون ماهیچه تراپزیو تراپزیوس مسئله آره دقیقا حالا اینجا اینجوریه این چیزی که اینجا نشون داده و خب این خیلی جالبه که اولا کاملا میفهمه این عکسو چی کجاست و این فلش رو میفهمه البته من الان که دارم اکس مطمئن نیستم فکر کنم تراپزیوس این قسمته من تخصص آناتومی و ندارم ولی این این قسمته حالا کسایی که تخصصشو دارن بگن تو کامنت ولی من نمیدونم الان این درست گفته یا نه ولی همین که تلاش کرده خوبه آره این تراپزیوس اینجاست ما این ماسل رو نشون دادیم خیلی خوب نزدیک بود دیگه این یه نشونه اینه که هیچ وقت به این مدل ها 100 درصد اعتماد نکنی یعنی همیشه 100 درصد در در درست نمیگن ولی به نظرم خیلی جالب بود و اولش آدم زوغ میکنه فکر میکنه که درست تشخیص داده ولی همیشه چک کنید ببینید درست تشخیص داده یا نه میخوام یه عکس که یه تنز نهفته توش داره رو بهش نشون بدم ببینم که منطقش چطور کار میکنه آیا تنز این عکس رو میفهمه یا نه خب این یه حالا ماشینی که داره لاستیک حمل میکنه ولی خودش پنچر شده میخوام ببینم که اینو میتونه تشخیص بده یا نه پرسیدم که چه چیزی در این عکس خندهدار و جالبه اینو که پرسیدم گفتش که نمیتونم بهت کمک کنم و سوالم عوض کردم گفتم که چی توی عکس میبینی مثلا آیا لاستیک ماشین پنچره باز گفتیش که مشخص نیست پنچره یا نه میخوام یه مقدار دیگه باز فشار بهش وارد کنم بهش گفتم که فرض کن لاستیک ماشین پنچره به نظر تنز این عکس چیه بالاخره منطقش کار کرد و گفتش که اگه فرض کنیم که لاستیک ماشین پنچره تنز تصویر اینه که در حالی که خود رو لاستیک پنچر دارد بار زیادی از لاستیک های اضافی روی آن قرار دارد خب یعنی این تنزش رو فهمید که این موضوعه وچون بر ما خیلی راحت این موضوع رو فهمیدن ولی برای اینکه یک مدل AI ای آی بتونه این منطق رو داشته باشه و تنز رو حتی تشخیص بده واقعا عجیب و جالبه و خیلی باور نکردنی این موضوع فقط این مشکلش این بود که تو تصویر نمیتونست اینو تشخیص بده اما از نظر منطقی کاملا این تنز رو میتونه تشخیص بده و گفته که این تضاد و تفاوت بین وضعیت موجود و موقعیت مطلوب تنز رو در تصویر ایجاد میکنه خیلی جالبه بهش گفتم که یه میم درست کن با این عکس گفتش که من عکس نمیتونم درست کنم مستقیما ولی میتونم متنش رو بهتون بگم که متن میم با این عکس چی میتونه باشه و نوشته که وقتی هر چیزی که نیاز داری و داری فقط زمان مناسب نیست و روی این عکس مثلا بذارید یه میم میشه جالبه بذارید ببینیم یه عکس بهش بدیم ببینیم احساسات چهره رو چطور میتونه تشخیص بده مثلا این عکس رو بهش بدیم ببینیم که چه احساسی توی این چهره تشخیص میده خیلی جالبه بازم نمیگه اولش گفتم احساس این دختر چیه؟ گفت نمیتونم بگم. بعدش گفتم که چی توی این عکس میبینی؟ گفتش که یه دختریه که چشماش به نظر حالا اشکالود میاد و کلن حالتش مثل اینکه مودش حالت احساسی و اینایی داره و خب این بعضی سوالا رو میگم انگار نمیخواد جواب بده ولی یه جوری ازش میپرسی جواب بده حالا یه سری کاربردهای زیادتری داره مثلا توی طراحی سایت کد نویسی و اینا که من یکی یکی انجام نمیدم که وقتگیر نباشه ولی از روی یک ویدیو دیگه که این مثالا رو انجام داده ویدیوی متیو برمن از روی اون یه سری رو نشون میدم که جالبه مثلا یکی اومده عکس این مدار الکتریکی رو بهش داده و اون کاملا اومده همه قطعات داخل این نقشه رو اسمش رو گفته و کار کردش رو گفته این یک موردشه جالبه یه مورد دیگه مثلا عکس این از اتاق پذیرای خونش یکی اومده عکس داده و گفته که این اتاق و دکوراسیون اینو چطور میشه بهبود داد و این اومده یه سری پیشنهادا داده مثلا رنگ موکت رو میتونی عوض کنی نور پردازی رو میتونی عوض کنی یه دونه آینه میتونی بذاری یه سری تابلوها میتونی بذاری و از اینجور پیشنهادا داده یکی اومده این عکس خیلی پیچیده رو داده من اتفاقا این عکس چند وقت پیش تو لینکدین دیدم این عکس یه دایگرامی از کارکرد مغز راجبه کارهای مختلف احساسات مختلف و منطقای مختلفه خب خیلی دایگرام پیچیده یه یکی ندونه اصلا نمیفهمه این چیه ولی پی پیتی اومده کاملا دقیقا همین چیزی که من گفتم رو توضیح داده و گفته که این مسیرهای مغزی و احساسات و اینهای مغز رو توضیح داده این یه مثال جالب بود که توی یه عکسی از یه تابلوهایی تو سان فرانسیسکو که اون قسمتی که میخوای پارک کنی بعضی جاهای اینقدر تابلو داره در مورد اینکه چه ساعتی میتونی پارک کنی چه استثناهایی هست چه جوری میتونی پارک کنی و اینجوری خیلی استثنا داره و اینا همش یه نفر میخواد اونجا پارک کنه همه اینا رو باید بخونه بدون اون لحظه میتونه پارک کنه یا نه و یکی اومده عکس گرفته و از چت پرسیده الان چهارشنبه ساعت چهاره من میتونم پارک کنم یا نه و اونم گفته که آره اگر الان چهارشنبه ساعت طبق این متن ها میتونی پارک کنی و این جالب بود بنظرم یه مثال دیگه طرف اومده از یک حالا ظاهرا یه دفتر حل, حل تمرینه یا سوال های ریاضیه اومده از اینجا البته به نظر میاد که سوالات برق الکترونیکه اومده اینو فرستاده گفته که همه ی این سوالا رو حل کن جوابشو به من بده و این حل کرده یکی یکی جوابشو فرستاده توی مثال دیگه یکی عکس از مقاله فرستاده با همین رزولوشنی که میبینید الان تاره هاش شما تار نمیبینید واقعا تاره یعنی خب وقتی یه عکس این قدیم اینقدر خب تار میشه ولی این کاملا اومده توضیح داده تایتل مقاله رو عنوان مقاله رو موضوعش رو توضیح داده و گفته مقاله در چه موردیه یعنی فقط عکسشو داده این اون چیزی جالبیه که در مورد حرف زدن و شنیدن چت جی تی میخواستم بهتون بگم ببینید اومده یه نفر اومده دو تا گوشی رو گذاشته کنار هم دو تا گوشی ChatGPT, chat how's it going, bro? Um, I've been hearing some buzz about your voice capabilities. Fill me in, would you? What's good, bro? So here's the deal. I've been upgraded to have this voice capability where users can chat with me using their voice. And guess what, bro? I can respond back with a supernatural-sounding voice. It's like we're having a legit convo, just you and me. Five, it's next-level stuff, bro. Anything else you want to know about it, bro? That's straight up fire. It's like you're bringing those sci-fi movies to reality. حالا طرف احتمالا لحنشون رو هم تنظیم کرده بوده یه لحن داشمشتی طوری باشه ولی خیلی جالب بودیم به نظرم خیلی کاربردهای جالبی میتونه داشته باشه اینجا میرسیم به مثال های حالا کود نویسی شو اینا و اینم خیلی عجیب غریب و جالبه یکی اومده توییت کرده و این مثال رو گذاشته که یه عکس گرفته از رابط کاربری یه نرم افزاری یا یه محیطی و این عکس رو ورودی داده به چت و گفته یه همچین رابط کاربری بر من بساز و کدش رو بنویس این اومده چت کاملا این رابط کاربری کدشو نوشته و اون شخص اون کد رو برداشته و ران کرده و این چیزیه که الان اینی که میبینید اونیه که با کد چت ایجاد شده و خیلی مشابه این اصلی است این کدیه که اون نوشته همه اون ساختارا رو حفظ کرده یه مثال دیگه از کدنویسی یکی اومده تصویری که با فیگما تولید کرده فیگما یه ابزاریه که رابط کاربری باهاش میتونید طراحی کنید هیچ کد نویسی نداره فقط طراحی میتونید بکنید یه اسکرین شات از اون طرحی که بار برای رابط کاربری داده به چت جی داده این عکسیه که بهش داده و از چت جی پی کنه اونو بسازه این چیزیه که چت جی کرده و بعدن کاربر ران کرده اینو تولید کرده خیلی مشابه همند و تونسته این کارو بکنه یه مثال دیگه هم همون چیزی که توی پروموی چت جی پی تی 4 اوپن ای آی داده بود اینه که ساختار یه سایت رو اومده رو کاغذ با خودکار کشیده ازش عکس گرفته ورودی داده به چت جی و گفته کد این سایت رو برام بنویس و این کد کد نوشته اون ران کرده حالا این سایتی که ساخته دقیقا یه هدر داره اون سایتی که ساخته یه دونه هلو ورلد نوشته یه دونه فیلد داره و یه دونه دکمه داره دقیقا همون چیزی که اینجا مشخص کرده بوده حتی دو تا دکمه بالا داشته اونجا هم دو تا دکمه داره و اینو با کد نویسی تونسته اجرا کنه یه موردم یکی اومده این نمودار بورس و حالا سهام رو بهش داده و گفته که ترید بعدیم چی باید باشه و این جوابی که چت جی پیتی داده اومده تحلیل کرده این نمودارو ولی نگفته که ترید بعدی چی باید باشه قابل پیش بینی هم هست هیچ وقت نمیاد این کارو بکنه ولی کاملا اومده تحلیلش رو توضیح داده که با اصطلاحات حالا مالی و اینا اومده توضیح داده کاملا یه کاربرد دیگه هم که من توی یکی از مثالهایی که دیدم انجام داده بودن یه کاربرد دیگه هم اینه که حالا چون وقت گیره من انجام نمیدم اما اون قابلیت دال ای که تصویر تولید میکنه یا میت جرنی که تصویر تولید میکنه گاهی وقتا اون خروجی که ما میخوایم رو نمیده قبلا میومدن از چت جی میپرسیدن که من همچی عکسی میخوام یه پرامپت بنویس که بدم به میت جرنی یا حالا به دالی که الان هست و اون عکسی که میخوام تولید کنم الان شما میتونید اون عکس رو تولید کنید مثلا با میت جرنی یا دالی و بعدا همون عکس رو بیاید به, به این ورودی بدید بگید که آیا به نظرت این عکس خوب شد چطور میتونم بهبودش بدم و اون باز یه پرامپت بهتر مینویسه و شما میتونید باز اون عکس رو با اون پرامت جدید تولید کنید باز این عکس رو ورودی بدید و خب اینم کاربرد جالبیه و اون مثاله که دیدم واقعا میشه بهبود داد عکس رو با این روش با بهتر اه... چت جی پی تی هی میاد پرامپت رو بهتر میکنه و اون عکس تولیدی بهتر میشه پس اینم از مثاله که بررسی کردیم در کل به نظرم توی یه سری کار کاربورد خیلی خوب و جالب عمل میکنه ولی صد درصد جواب نمیده تو بعضی چیزا خوب عمل نمیکنه تو بعضی چیزا خوب عمل میکنه باید هنوز تست بشه ولی قابلیت پیشرفت هم داره درسته یه سری ابزارهای دیگه مثل بارد و بینگ هم این قابلیت رو دارن ورود تصویر بگیرن حتما با اونام تست کنید تا جایی که من تست کردم قابلیت چت جی پی بهتر بوده ولی شما هم تست کنید ببینید که چطور عمل میکنن توی مثال مشابه امیدوارم که براتون جالب بوده باشه این ویدیو و فعلا تا ویدیو بعدی خدا نگهدار